در مورد سوختگی ها من یک سری مطالبی رو میخوام بگم. بینندگان محترم پاشن فوری مدادشون رو بیارن، خودکارشون بیارن. پس کلی صحبت کنید، فرصت پیدا کردن مدادشون. ببینید سوختگی رو اگر فوری بهش برسیم ولو خیلی وسیع باشه، خیلی گسترده باشه، میتونیم بهش کمک بکنیم در حد ترمیم اساسی. یه سری اطلاعاتی هستش که بایستی همه داشته باشن. به هر حال همه در معرض حوادث هستیم دیگه. الان زمستونه، توی همه خونه ها گاز روشن، گاهی ممکن است اتفاقی بیفته، نم با بنزین کار میکنیم. حوادث مختلف، سوختگی، زخم، حادثات، حوادث نظامی، اجتماعی، خراش، یا همه به هر حال اون چه که موجب شد که پوست باز شد، سوخت، زخمی پیدا آمد، چه زخم عمیق که شکافی باشه، چه زخم سطحی، براش دو تا داروی همراه همیشه موجود در خانه همیشه داشته باشین: روغن زیتون و عسل، یا روغن کره و عسل، کره گاوی، روغن کنجد. اینا باید با هم مخلوط بشن آقای دکتر، یا جدا جدا میشن بعد؟ جدا جدا اینا به توصیف روغن کنجد و عسل. بله، پس ما سه تا روغن رو همواره در خونه نگه داریم. بله، سوای مسئله خوراکی. بله، مثلا کره حیوانی که هست مثلا توی قوطی نگه داریم تا 5 سال هم خراب نمیشه، برای زخم همیشه خوب. بسیار خوب، پس روغن زیتون و عسل، روغن کره عسل یا کنجد عسل، یکی از این سه تا رو داشته باشیم تو خونه همیشه داشته باشیم، تو اتومبیلمون داشته باشیم، همینطوری یه چیزی داشته باشیم. و یه برگی رو من میخوام معرفی بکنم که این جزء به اصطلاح درمانهای قدیم 7-8000 ساله ماست که اسم بومیش، اسم فارسی شاخبوزیه. شاخبوزی، آره. اسم انگلیسیش آلوه ورا هست. این دیده میشه معمولا تو اخیر. بله، این الان اخیرا توجه کردن، کاشتن. من شهرداری ها هم شروع کردم توی شهر جنوب کاشتن. من از شهرداری ها خواهش میکنم که در سراسر کشور در همه جا توی باغ ها، پارک ها به وفور داشته باشم. من میخوام راجع به این صحبت بکنم. و توی خونه ها من توصیه هم که هر کسی یک گلدون توی خونهش داشته باشه. هست البته نوع ایرانیش هستش که برگاش مقدار باریکتره، به اندازه واقعا شاخ بزرگ. این به سراغ خود اصلاح شدهش هستش که به این بزرگی هست. این تو خونه وجود داشته باشه. بعد هم این غذا هست، هم خوراک هست، هم دوا هست، هم لوازم آرایشی است، هم برای جلوگیری از سوختگی، هم درمان سوختگی. حالا اگر اتفاق افتاد، سوختگی پدید آمد، سوختگی آب جوش ریخ روی بدن، سوخت با بنزین، سوختگی درجه، بله، درجه یک، درجه دو، درجه سرچ، فوری این رو باز میکنیم. اون ژلی که در داخلش وجود داره، من امروز یه ابزار هم آوردم، خب ژلی که در درونش وجود داره این رو روی پوست میمالیم. همین و سلام، این کار ماست. این ژل اینجا، این ژلی که اینجا هست، همینطوری روی پوست میمالیم، یک لایه، همینطور نگه میداریم. به تناسبی که این جذب میشه، به تناسب شتاب جذبش، شتاب ترمیم افزایش پیدا میکنه. زخم اگر سوختگی باشه، سوختگی عمیق باشه، دیگه روشو نمیبندیم. ممکنه برگردون زاویه رو دیده بشن بعد از این طرف. ببینید با همین اندازه، همینطور این آبی که اینجا وجود داره یک ژلی است که این ژل مقداری حدود 1 تا 1.5% مواد مورفینی توشه. به این دلیل موجب میشه که زخم سوزش نداره، دردش همون موقع کاهش پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. و مقدار رزینی که توش وجود داره موجب میشه که زخم رو به هم میچسبونه، نزدیک میکنه و دیگه سر زخم باز نمیمونه. همینطوری ما یک پوششی، یک لایه از این آب رو روی زخم بایستی همینطوری داشته باشیم. زخم رو نبندیم. زخم سوختگی اگر فرض کنیم دست سوخت، نمیبندیم، همینطوری یه پوشش کاملی از این روش نگه میداریم. مثلا الان پوشش دادم، یک ساعت بعد خوش شد، همینطور به همین ترتیب دو مرتبه یه بخش دیگه شفا بله. میکس کنم بعد بذارم. بله، همینجوری. یا مثلا ژلش رو از هم که منتقل میکنیم به ظرفی، مثلا تحت فشار الان برمیاد، ببینید، بعد همینطور روش میپاشیم. ببینید همینطوری یک لایه، هر چقدر این لایه مقدار بیشتری روی این پوست بمانه، شتاب درمان بیشتره، به نحوی که یک زخم سوختگی
درجه دو از سه که بایستی مدت‌های طولانی بیش از دو سه ماه مواظبتش کرد یا بایستی ترمیم بشه، بایستی پوستی از جای دیگه گرفته بشه روش گذاشته، همینطور خودش ترمیم میشه. روی زخم رو باز نگه داریم، تاکید میکنم این تکنیک رو به خاطر روی زخم رو اگر ببندیم، معمولا وقتی که زخم ترمیم پیدا کرد کلوید میبنده. کلوید بینه همین دیدید مچاله میشه پوستی جهالت نافور رو پیدا میکنه، این بهش میگن کلوید. خب ولی اگر زخم رو باز نگه داریم، خداوند تبارک تعالی این سلول ها بافت های پوست رو ارسام که آگاه آفریده، خودشون حرکت میکنن، همدیگه رو پیدا میکنن، به این ترتیب ترمیم. ولی وقتی که ما روی اینو بستیم مچاله میشه، شکل خاصی پیدا میکنه دیگه، بعدم بایستی ترمیم پوست به روش اتفاق گوشت اضافه ممکنه گوشت اضافه میاره بله. ولی زخم اگر خودش آزاد بذاریم، روش رو نبندیم، صاف در بیاریم. من زخم های بسیار بزرگ، یعنی تا دو سوم تن رو ترمیم کردم، زخم های عمیق رو، زخم گلوله رو، زخم بدسر، زخم بستر رو، به همین ترتیب فقط. این که من میگم یک ارسام درمان در تجربه شده 7-8000 ساله در تاریخ هست که اخیرا بهش توجه شده در دنیا. 20 ساله من هم بیشترین تجربه ها رو روی ای دارم و خیلی خوشحالم که کشاورزان و بعضی اومدن اینا توصیه دادن میکنن توی هر خونه باید وجود داشته باشه، شهرداری توی تمام شهر باید باشن، مثلا شهرداری در زمستون باید توی گلخونه نگه دارن که سرما نخوره. این یک برای زخم. اما الان فصل زمستونه و گاهی صورت ها سرما میزنه، یه لایه صبح که میایم بیرون یه لایه همین رو توی صورتمون داشته باشین، دیگه هر سرمایی باشه صورتون سرما نمیزنه، یعنی پوست و خوشگل صبح نه دیگه سرما نمیزنه. من برای مثلا سفر گیاهشناسی به کویر که میرفتم توی اوج گرما بسفاد یه لایه که میزنم به صورتم، دیگه تمام نسیم های گرمای کویر که مثلا پوست رو میبرد، پوست من رو